ملاقات با خدا از ته دل. دوست خوب من، آیا تا حالا شده شما در خودتون احساس کنید انگار یه چیزی داره شما رو به سوی خودش جذب میکنه؟ آیا شده که احساس کنید انگار یک خلأ بزرگی را در وجودتون احساس میکنید و اون چی که میتونه اون خلأ را در شما پر کنه داره شما را به سوی خودش جذب میکنه؟ آیا شما این احساس را دارید که انگار در جان و وجودتون یک کمبود مهمی هست و انگار یه چیزی را گم کرده اید ولی نمیدونید اون چیه و چطور میتونید پیداش کنید؟ دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حال خداوند خالق این هستی و خالق شما پدر آسمانی شما شده. خداوند در ایمان شما به عیسی مسیح گناهانتون را آمرزیده و شما را به فرزند خواندگی در خانواده الهی خودش پذیرفته. از اون لحظه به بعد خداوند پدر آسمانی پرفیض و مهربان شما بسیار مشتاق تا همیشه به طور صمیمی با شما در رابطه پدر و فرزند گونه باشه. خداوند پدر آسمانی شما مشتاق تا شما هم از ته دل مشتاق ملاقات با او باشید، با او گفتگو کنید و از او پندهای پدرانه دریافت کنید. اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حال خداوند گناهان شما را آمرزیده و شما زیر غضب الهی او نیستید، بلکه خداوند میخواد خودش را به شما به بهترین نحو ممکن بشناسونه و شما را از نحوه عملکرد خودش در این دنیا آشنا کنه. خداوند میخواد با شما ملاقاتهای صمیمانه و از ته دل دو جانبه داشته باشه تا بتونه به شما یاد بده که هدف او از خلقت شما چی بوده؟ خداوند میخواد با شما ملاقاتهای صمیمانه و از ته دل داشته باشه تا بتونه به شما نشون بده که اراده مقدس او برای زندگی شما چی هست. خداوند میخواد شما مثل فرزندی که به حضور پدرش میره و با او در صمیمیت، صداقت و محبت وقت میگذرونه و گفتگو میکنه، با او وقت بگذرونید و در ارتباط صمیمی و از ته دل باشید. بنابراین اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید و گاهی در خودتون احساس خلأ و کمبودی می کنید ولی نمی دونید چرا اون احساس خلأ در شما هست، اگه گاهی احساس می کنید که چیزی داره شما رو به سوی خودش می کشه و شدت اون جاذبه زیاد می شه، اون خداوند پدر آسمانی خالق شماست که این احساس خلأ را در وجودتون گذاشته و داره شما را به سوی خودش دعوت میکنه. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی مهربان شما بسیار مشتاق تا شما از ته دل به حضور او برید، کلام او کتاب مقدس را باز کنید و به او بگید پدر جان، امروز هیچ چیزی به غیر از با تو بودن نمیخوام. پدر جان، من میخوام از ته دل تو را به درستی بشناسم. پدر جان، میخواهم از نحوه عملکرد الهی تو در این دنیا و در زندگی خودم آشنا بشم. پدر جان، میخواهم از بودن در حضور پرمحبت و قدوس تو سیر بشم. پدر جان، میخواهم با تو رابطه‌ای صمیمی‌تر و عمیق‌تری را آغاز کنم. بنابراین پدر آسمانی مهربانم، من تمام وجود خودم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. من با تمام وجودم در اختیار تو هستم. با من سخن بگو، خودت را و راه‌هایت را به من بشناسان.
عزیزان، شاید برای شما این سوال به وجود بیاد که چرا خداوند قادر مطلق، دانای مطلق، خدای همیشه در همه جا حاضر، خدای قدوسی که نیاز به هیچ چیز و هیچ کسی نداره، اینقدر مشتاق تا ما از ته دل به حضور او بریم، خودمون را به او تسلیم کنیم و از او بشنویم؟ پاسخ به این سوال اینه که چون او، خداوندی که شما را خلق کرده، میدونه چی میتونه به شما کمک کنه تا قادر باشید پاک، شاد و موفق در اراده خاص و مقدس او برای زندگیتون روزانه به پیش برید. بله، خداوند به خوبی میدونه که در داشتن اون زمانهای عالی دلچسب و آموزنده با خود اوست که شما از وی انرژی و حکمت الهی دریافت میکنید. در اون زمانهای پرصمیمیت با خداست که شما از او هدف از خلقت خودتون را یاد میگیرید. در زمانهای پرصمیمیت با خداست که شما از عمق محبت، حکمت و فیض الهی او آشنا می شوید. در زمانهای پرصمیمیت با خداست که او هر چیزی را که لازم دارید به شما میده تا قادر باشید با هر چالشی که توی زندگیتون به وجود میاد مقابله کنید و بر آن پیروز بشید. عزیزان، در کلام خدا در ارمیا فصل 33 و آیه 3 می‌خوانیم: از من درخواست کن و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. بله دوست خوب من، در زمانهای وقت گذرانی از ته دل با خداست که او زندگی خودش را در ما می‌ریزه. در زمانهای وقت گذرانی از ته دل با خداست که او از وجود خودش ما را پر میکنه. اونچه که خداوند در ما میریزه و ما را از اون پر میکنه، توی این دنیا و بدون خواست و کمک او به دست آوردنی نیست. عزیزان، اونچه که خدا در ما میریزه تمامی خلأ وجود ما را پر میکنه، چون که عامل پرکننده اون خلأ در واقع حضور خود اوست در ما. خداوند در زمانهای وقت گذرانی ما با او، همانطور که در کلام او خواندیم، اسرار الهی خودش را بر ما مکشوف میکنه. دوست خوب من، شاید شما بگید من از اینکه کاملا باز و کاملا خودمانی به حضور خداوند قادر مطلق، خالق خودم و خالق این هستی برم میترسم و این کار برام دلهره آوره. اما دوست خوب من، به یاد داشته باشید که خداوند در ایمان شما به عیسی مسیح، پدر آسمانی مهربان شماست که شما را از جان خودش بیشتر دوست داره. هیچ چیزی توی این دنیا ارزشمندتر از این نیست که ما از محبت خداوند برامون آشنا بشیم و اون را در لحظات در حضور او بودن به معنای واقعی تجربه کنیم و بچشیم. بنابراین دوست خوب من، امروز تصمیم بگیر تا گوش خودتون را برای شنیدن از حکمت پدرانه و الهی او به سوی او باز کنید. ذهن و فکر خودتون را به دست او بسپارید تا وی افکار و از آن شما را از حکمت و اندرس‌های الهی و پدرانه خودش پر کنه. در کلام خدا در کتاب امثال فصل 22 و آیه 19 می‌خوانیم: این سخنان را امروز به تو تعلیم می‌دهم تا اعتماد تو بر خداوند باشد. آمین. عزیزان، وقتی اعتماد ما کاملاً به خداوند پدر آسمانی مهربانمون باشه، تنها اون وقته که جان و وجود ما احساس پری و سیری می‌کنه. دیگه ما در خودمون احساس خلأ نخواهیم داشت، چرا که خداوند ما را با روحش پر کرده و ما میتونیم توسط پری از خداوند زندگی را به بهترین وجه تجربه کنیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا با خداوند پدر آسمانی مهربانمان صحبت کنیم.
خداوند پدر آسمانی مهربان من، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح آمرزیده ای. از تو سپاسگزارم که مرا به فرزندی خود پذیرفته ای و بیشتر از جان خودت دوست داری. از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا با من مصاحبت صمیمانه داشته باشی. خداوند، من مشتاقم تا از ته دل با تو در ارتباطی صمیمی و عمیق باشم. خداوند، من خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. مرا از حکمت، توان و آرامش الهی خودت پر کن. به من کمک کن تا بتونم تو را به بهترین نحو ممکن بشناسم. به من کمک کن تا بتوانم از نحوه عملکرد تو در این دنیا و در زندگی خودم آشنا بشوم. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از آن برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. در نام عیسی مسیح، آمین. شنوندگان عزیز، چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.